همین اکنون در مقر ولایت پنجشیر همراه قاری صاحب فسیحالدین معاون کمیسیون نظامی امارت اسلامی افغانستان قرار داریم در ادعای دشمن که چند ساعت پیش یا از میشب ایسو ادعا کرده بود که قاری صاحب محترم به شهادت رسیده است. از این خاطر ما از قاری صاحب میپرسیم که با ادعای دشمن وضاحت بده. محترم قاری صاحب، شما فی الحال در کدام جای قرار دارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فعلا امی حالا ساعت 12 بجه ما در مقر ولایت پنجشیر قرار دادیم و الحمدلله مجاهدین که از چند روز به این طرف از چند استقامت بالای پنجشیر عملیات آغاز کرده بودند، دیگر الله الحمد مجاهدین از دو طرف امروز واصل شد و ولایت مکمل فتح شد و ما فعلا داخل ولایت پنجشیر قرار داریم. در مورد ادعای دشمن شما در دره پنجشیر شهید شده، عکس العملتان چی است؟ دشمن خو این تو ادعا را همیشه کرده، چون یک گپی تازه نبوده، یک گپی است که همیشه این ادعا را دشمن داشته و چیزی که حقیقت است همین است که هر وقت که دشمن ذلیل شده، شکست خورده، باز در امو وقت شکست خود ای تو خواسته که به یک نوعی از انواع دیگه آوازه یکی از آوازه شهادت یکی از مسئولین نشر بتنه، اما اساکیری مورال باخته خود را مورال بته و در عوض خدا نخواسته مورال مجاهدین را ضعیف بکنه. این ادعایی است که همیشه دشمن این ادعاها را کرده، یک چیزی نو نبوده، تازه نبوده و ما این ادعای دشمن را دیگه با جدیت و قاطعیت رد میکنم که الحمدلله مسیحت و سالم هستم و الحمدلله دیگه با فتح ولایت پنجشیر داخل ولایت پنجشیر شدیم. محترم قاری صاحب، به ملت افغانستان بالخصوص به مردم پنجشیر پیامتان چی است؟ به ملت افغانستان پیام ما است که دیگه همه از یا ایره دیدن که مجاهدین امارت اسلامی اولادای از یا بودند به خاطر ختم اشغال و اقامه نظام اسلامی در این مدت 20 سال مبارزه کردند. الحمدلله بعد از 20 سال مبارزه دیگه دشمن ذلیلانه از افغانستان شکست خورد و امروز ما از استقلال و آزادی کشور تجلیل میکنیم و به خاطر اقامه نظام اسلامی اینها امروز در پهلوی مجاهدین که اولادای از یاست استاد شوند و همکاری بکنند تا اینکه در این ملت رنج دیده افغانستان